بسم الله الرحمن الرحیم. به سلسله درس های قبلی ما در درس 56 تجوید قرار داریم. در این درس ما مد فرعی که قبلا بعضش خوانده بودیم باز هم در مد فرعی هستیم و در این درس ما مد جایز منفصل می خوانیم. مد جایز منفصل از روی نامش معلوم است که منفصل است، یعنی فاصله داره و جایز است، یعنی واجب نیست، جایز است. جایز که است ما اختیار داریم که به چه اندازه ایره حرکت بدیم. و این مد را گویند که در دو کلمه باشه و سبب از این همزه باشه و در کلمه اول، در آخر کلمه اول مد آمده باشه و در اول کلمه دوم همزه آمده باشه. وقتی ما این تاثیر همزه کلمه دوم بالای مد کلمه اول در نظر بگیریم، این مد جایز منفصل میشه. ما در امتداد دادن یا کشیدن مد در اینجا اختیار داریم که به چهار حالت است: یا قصر بکنیم، یعنی کوتاه بخوانیم. کوتاه ما یعنی مطلب از دو حرکت کمتر کردن میتونیم، به خاطر که مد اصلی دو حرکت است. یا توسط میخوانیم که چهار حرکت است، یا فوق توسط میخوانیم که پنج حرکت است، یا ای که طویل میخوانیم که شش حرکت است و طویل ما زیادتر در وقف میخوانیم وقتی که ما ای را در وقف در نظر بگیریم. به خاطر از ای که ما ای را خوبتر تمرین کرده باشیم، ما اینجا سوره الکافرون اینجا آوردیم که هم از یک طرف تمرین ما شد و از جانب دیگه ما این سوره رو در نماز بسیار میخوانیم و متوجه باشیم اگر کدام اشتباهی داشته باشیم اشتباه خود اصلاح کنیم و مدودش منظم در نظر بگیریم و بفهمیم که در این مد جایز منفصل آمده. خب من این یک بار میخوانم ببینین که چی رقم من تلفظ میکنم. و من قبلا برای شما گفته بودم که متوجه باشین که در عربی ما حرف با کسره را بی انگلیسی میخوانیم، که متوجه باشین که در کسره و دال کسره را ما دی انگلیسی باید تلفظ کنیم. یعنی دو چیز متوجه باشین، بی و دی، که در اینجا باید شما متوجه باشین. در آیت دوم شما اگر متوجه باشین حرف لا آمده، لا یک کلمه است، بعد از او اعبود آمده، اعبود کلمه دوم است، لا خودش لام الف لا ای خودش یک حرف مدی است به خاطر از اینکه لام فتحه داره و بعد از او الف آمده، الف مدی آمده، ای مد اصلی میشه. بعد از مد اصلی در کلمه دوم الف همزه آمده که سبب مد است. و در آیت سیوم همچنان لا در اول آمده، بعد از او انتم آمده، انتم کلمه دوم اول در همزه شروع شده و این سبب مد جایز منفصل میشه برای حرف کلمه لا در اول. و در آخر آیت سه شما ببینین ما اعبد، میم الف ما این مد اصلی آمده، بعد از او کلمه دیگه اعبود آمده که به همزه شروع شده، امی همزه کلمه دوم سبب برای مد فرعی به حرف ما میشه. و این به می رقم در آیت چارم و در پنجم هم این می هسته. و یک چیز شما در آیت چارم متوجه باشین که وقتی که ما در اولش لا آمده، لا مد اصلی هسته، لا بعد از او انا آمده، انا و ای انا نوشته شده، ما ای را انا نمیخوانیم به خاطر از اینکه در سر الف ببینین یک دایرگک است. او دایرگک معنی از ایسته که الف شما نخوانین، اما طرز نوشته شمی رقم است. بازی پسان بالایش میریم که چرا ایتر نوشته شده، اما وقتی که شما ای را میخوانین انا بخوانین، انا انا، مثل که الف نون زبر میخوانین یا فتحه میخوانین، امی رقم میخوانین، الفش نخوانین. خب و در آیت ششم آخرینش متوجه باشین که لکم
دینکم ای دال کسره یا پشت سرش آمده ای میشه دینکم ای مد اصلی باید دی گفته شوه دینکم گفته نشه دینکم اگر گفته شد باز ای یعنی که یار شما هیچ نخواندین از او خاطر متوجه باشین که در تلفظش دینکم بخونین خب من یک بار میخوانم شما متوجه باشین انشالله در او ما مد جایز منفصل هم در نظر میگیریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين ای درس خدا ما در اینجا ختم میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.